سلام، من توی این ویدیو میخوام در مورد مدیریت ریسک صحبت کنم. ببینید، یه چند تا نکته خیلی مهم بهتون میگم. کل داستان اینه، ولی نکتهش اینه که آدم رعایت نمیکنن یا نمیدونن، ولی بعد از این ویدیو مطمئنم دیگه شما میدونید و فقط دیگه باید برید رعایتش کنید. ببینید، مدیریت ریسک به فارسی خیلی سخت بخوام بگم یعنی که خرکی ترید نکنید. خب دیدید مثلا بعضی دارن رانندگی میکنن، همینجوری دارن ترید هم میزنن. اینجوری نباشید. حالا دقیق میخوام نکته به نکته با هم جلو بریم. یک، تو هر معامله شما نباید وارد بشید. حالا یعنی چی؟ چرا من تو هر معامله نباید وارد بشم؟ ببین، ما یه چیز داریم به نام ریوارد به ریسک. خب یعنی میزان سودی که قرار بکنیم به میزان ضرری که قرار بکنیم. خب چون یه معامله یه حد ضرر داره، یه حد سود داره. میام چیکار میکنیم؟ میگیم که ما باید ریوارد به ریسکمون بالای یک باشه. اگه زیر یک باشه ما قرار کلا به فنا بریم. خب این یه قاعده است. اگه واسهتون بگم که خودی یک باشه هم فایده نداره، باید بالای یک باشه. مثلا ما باید وارد به صورت کلی یه سیستمی بذاریم که وارد تریدایی بشیم که مثلا 4% قرار سود کنیم یا 3% قرار ضرر کنیم. این میشه 4/3. چون از 3/3 بیشتر، خب ریاضیتون خوبه قطعا. چه اتفاقی میفته؟ ریوارد به ریسکتون بیشتر از یکه. این قاعده اولشه. قاعده دوم اینه که مدت‌های زیادی پیپر ترید کنید. مدت‌های خیلی زیادی پیپر ترید کنید. یعنی چی؟ یعنی رو کاغذ بنویسید، حالا تحلیل کردید، بنویسید آقا این خرید، این حد ضرر، اینم سود. خب بعد وایسید ببینید چه اتفاقی میفته. قشنگ پای چارت باشید. خب و واقعا تعداد زیاد داد بذارید، 1000 تا، 5000 تا، 3000 تا، 4000 تا، قشنگ حداقل باید اینجوری ترید کنید، پیپر ترید باید انجام بدید. و یک از این قضیه یک وین ریتی به دست میاد. وین ریت چیه؟ میزانی که شما برنده بودید. مثلا 80% رو شما چیکار کردید؟ بردید، 20% باختید. 80% هم رقم خوبیه. حالا الان شما این کارم کردید، وین ریتتون هم در اومد، عدد کوچیک نه، نرید 100 تا پیپر ترید کنید بگید که خب دیگه بسته برم سراغ بازار. ببینید، کلا باید خاکشو بخورید، باید صبور باشید. نمیشه اگه این اتفاق نیفته. پس پیپر ترید هم کردید، به یه وین ریت خیلی خوبم رسیدید. حالا اینجا یه نکته داره. ببینید، ما مثلا میام تو همینجا اولی استاپ کنید قبل از اینکه باز وارد ترید بشید. ببینید اون ریوارد بر ریسکتون و وین ریتتون با هم میخونه. حالا یعنی چی؟ ببین، فرض کنید ما در واقع ریوارد به ریسکمون 4/3، اون وین ریتمون هم 80%. خب این 80%. تو اینجا چه اتفاقی میفته وقتی ما همچین چیزی داریم؟ تو اینجا نشون میده که ما قراره به صورت این دوتا رو ضرب در هم کنیم. نشون میده که ما قراره به صورت کلی مثلا اگه 50 تا ترید تو یک ماه بزنیم، 6% اینا رو ضرب در هم کنیم دیگه، یعنی 4/3 ضرب در 80% کنیم کلا، یعنی نشون میده ما قرار 6% سود کنیم. خب حالا این 6% سودی که قرار بکنیم، ببینیم چه اتفاقی واسش میفته. یعنی ما رو هر معامله به صورت میانگین قرار 6% سود کنیم. حالا اینجا یه جمله خیلی مهم میخوام بهتون بگم، این یکی از اون قاعده های خیلی مهمه، باید وسط این قضیه بهتون توضیح بدم. ببخشید من وول میخورم، کلا آدم بیش فعال هستم. قاعده چیه؟ قاعده اینه که همیشه باید با یه عددی ترید کنید. یعنی با یک عدد ثابت رو در نظر بگیرید، حتی همه معاملات با اون عدد وارد بشید. که این عدد ماکسیموم دیگه خیلی حرفه‌ای شدید 5% سرمایه‌تونه. مثلا اگه 2000 دلار پول دارید، نهایتاً با 100 دلار باید وارد ترید بشید و بیشتر نباید بشید. نباید بگید هر سری 5% سرمایه. مثلا من الان سود کردم، معامله کردم، سود کردم، 2000 دلارم شد مثلا 2030 دلار. خب نمیگم حالا 5% 2030 دلار حساب کنم، تا چند ماه من باید این 5% 2000 رو هم اولیام در نظر بگیرم. چند ماه، بازم دارم میگم یه ماه هم نه، چند ماه باید همین عدد در نظر بگیرم. و نکته‌ای که به وجود میاد چی حالا؟ اینه که شما وین ریتتون هم مشخصه، ریوارد ریسکتون هم مشخصه،
پس از اون طرف مبلغی هم که میخواید وارد هر معامله بشید هم مشخصه، مثلا 2000 دلار دارید دیگه به خودتون هم اعتماد دارید، اعتماد به نفس هم دارید، 5% 2000 دلار مثلا میخواید 100 دلار وارد معامله بشید. خب این 100 دلار ما ضرب داره اون 6% بکنیم، ضرب داره 50 تا مثلا ترید ما انجام بدیم که عمرن نمیتونید 50 تا ترید توی ماه انجام بدید، مثلا میشه 300 دلار. من قراره از ترید 300 دلار در بیارم. خب نگاه اینجوری باید داشته باشید، 300 دلار از چقدر؟ مثلا از 2000 دلار پولی که دارید، خب که تقریبا مثلا ماهی میشه 15%. در ظاهر رقم خوبی میاد ولی در باطن اولا خیلی وقتا همچین رقمی شکل نمیگیره، همچین درصدی صورت نمیگیره. 15% دلاری خب در ماه آدم نگاه میکنه عدد جوابیه. و واسه تو میگم که حالا نکته که وجود داره چیه؟ نکته که وجود داره اینه که ما، یعنی اگه همواره اینجوری پیش بره، خب دست به اون عدد اولی همون هم نزدیم واسه ترید، یعنی ثابت نگه داریم، ما پولمون مثلا میتونیم 1.8 برابر کنیم، یعنی زیر 2 برابر. خب با این کار دارم، یعنی فعلا بذارید کنار تا اینجاش. چند تا قاعده گفتم، تو هر معامله وارد نشید، ریسک به ریواردتون بالای 1 باشه، پیپر ترید بکنید، وین ریتتون رو در بیارید، وین ریت رو ضرب در اون ریوارد به ریسکتون بکنید، ببینید اصلا منطقیه الان میخواید وارد بازار بشید. وین ریت هم با عدد بلند مدت به دست میاد، یعنی 4-5000 تا واقعا، نه 100 تا 200 تا 300 تا. تو هر معامله با پول ثابت وارد بشید، این خیلی مهمه، خیلی مهمه، اصلا مهمترین بحث به نظر من مدیریت ریسک همینه. چون شما یه بار میاد ضرر میکنید، بعد میگید این سری دیگه فرق میکنه، این سری دیگه فرق میکنه، بیچارهتون میکنه. به جایی که با 100 دلار وارد بشی با 500 دلار وارد میشی، حد ضررت میخوره، بیچاره میشی. گرفتید چی میخوام بهتون بگم؟ اینو در نظر داشته باشید، خیلی 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 مهمه. در ضمن تا اینجا یه نکته بهتون میگم، این عددی که ما در آوردیم سود شما در پایان این نخواهد بود، به خاطر اینکه یه کارمزدی هم خوده اینا میگیرن، این در واقع صرافی ها میگیرن و باز دوباره درصد شما رو کاهش میدن. تازه باید اونم برید حساب کنید ببینید رو هر معامله چقدره. بعد مثلا شما قراره 300 دلار سود کنید رو 50 تا معامله ای که میخواید باز کنید، 50 تا معامله 100 دلاری وارد بشید، باید ببینید کارمزدش چقدره، اینم باید حساب کنید. مثلا یهو میبینید یه رقم خیلی بالایی اصلا نمیصرفه واسه. و اینم بهتون گفتم هیچ وقت نگید این سری فرق داره، من با پول بیشتر وارد میشم یا با پول کمتر وارد میشم. اصلا اگه با پول کمتر میخوای وارد بشی بی خود میکنی میخوای وارد بشی، چون شک داری. اگه با پول بیشتر میخوای وارد بشی بازم بی خود میکنی با پول بیشتر وارد میشی، یا یه دونه از اون چیزا اتفاق میفته بیچارهت میکنه. و باز هم دارم میگم جمله این سری فرق میکنه رو این سری واسه یه چیز دیگه میخوام توضیح بدم، به کار نبرید این سری فرق میکنه. اگه به کار ببرید مثلا میگی که خب بذار حد ضررمو بردارم، من بردارم الان داره میاد پایین، حد ضررم نخوره، بعد یهو میاد کلا مثلا تر میخوره توش دیگه، خیلی میره پایین و همین سادگی هم بر نمیگرده و حسابی ضرر میکنید. و نکته دیگه کلهم اجمعین اینا رو گفتم، یه پیشنهادی هم به شما که حالا تریدرید یا احتمالاً اول راه هم هستید که دارید این ویدیو رو میبینید، کلن خیلی ترید رو پیشنهاد نمی کنم حقیقتشو بخواید. چرا؟ به همون دلیلی که توضیح دادم، مثلا میاد یه وین ریتی در میارید دو سالی یه تریدر بتونه دو برابر کنه با کارمزد و اینایی که داره میده با این حال دو برابر کنه، پول ترکونده واقعا دارم میگم. ولی به نظر من با استراتژی سرمایه گذاری خیلی 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 درصد بیشتری میتونید بگیرید، یعنی رو ارزهای با کیفیت واسه تو میگم تکنولوژی دار. حالا من مثال کریپتویی دارم میزنم، روی حالا بحث فارکس و اینا خیلی الان وارد نشدم، بیشتر مثال کریپتویی دارم میزنم. روی ارزها و پروژه های درست حسابی و با کیفیت و تکنولوژی دار میتونید وارد بشید و هولد کنید و اینوست کنید روشون و اخبارشون رو در نظر بگیرید ببینید خوب دارن پیش میرن یا نمیرن. قطعا یکی از سخت ترین کارهای به نظر من دنیا اینه که پیدا کنید این ارزها رو، اصلا ساده نیستش. ما خودمون تو صندوق خودمون اصلا از استراتژی ترید استفاده نمی کنیم، استراتژی ما کلا رو هولده
و اینوسته و بررسی اخبارش که ببینیم خوب جلو داره میره یا نه، یا مشکلی وجود داره، ارز خوب بالا نمیاد، کار مشکلات چیزی داره، و بلند مدتی بهش نگاه میکنیم. ببینید این یه قاعده اقتصاده. قاعده اقتصاد چیه؟ اینه که کلن شما بخر بنداز بمونه رشد میکنه، فقط آشغال نخر. خب مثلا میگم خیلی رفتن تو شمال خریدن، چرا؟ میگن آب داره میخریم. خب خیلی دیگه از بحث تریدی و اینا اومد بازاری شد، میگه اونجا آب داره، آینده داره، آب و هوا داره، میخریم رشد میکنه. و خیلی هم رشد کردن. حالا کاری ندارم، یه ریسکی هم داره که ممکنه سند چون قلامه یه نام ده نفر دیگه هم شده باشه، این حرفا کاری ندارم. یا مثلا طلا دلار سکر نگاه کنید، میره بالا، میگیری میندازی میمونی میره بالا. درسته که اونس جهانی ممکنه بیاد پایین، بعد موقعی بخریم و یا مثلا خود دلار داره میره بالا، ولی یعنی ریال در واقع داره ضعیف میشه، ولی تو خود آمریکا هم تورم هست. یعنی مثلا قبلا با 100 دلار یه دونه از این چرخای مثلا ما میرفتیم شهروند میمه های میمه خارجی پر نشون میداد پر میشد، الان پر نمیشه. یعنی اونجا هم تورم هست و تورم هم داره فشار میاره. یعنی خود دلار رو داشتن من میفهمم غلط، ولی کلا استراتژی بگیر بنداز بمونه به نظر من از همش بیشتر جواب میده. ولی هوشمندانه این کارو بکنید دیگه. هوشمندانه یعنی اینکه بخونید اخباراشو، ببینید پروژهشون، ببینید ببینید وایت پیپرش چی بوده، چی کار داره میکنه، چه رودمپی رو باید طی کنه، اون رودمپش درست داره طی میکنه یا نمیکنه. خب کار خیلی ها نیست. حالا گفتم که توی این ویدیو خالی از لطف نیست که من اینو توضیح بدم واسه تون، چون اول مسیر ترید هستید، اینو تو ذهنتون داشته باشید چیز خوبیه. یه مثال سادهش هم بخوام بهتون بزنم، اکثر آلت کوین ها رو برید ببینید، از سالی میانگین سالی دو برابر بیشتر سود دادن. یعنی تو 5 سال یا نه بیام کمترش کنیم توی بازه 3 سال، خب 2 به توان 3، یعنی 8 برابر میتونید پولتون رو بکنید توی ترید. خیلی دیگه دترکون باشید خب. ولی آیا تو 3 سال فقط 8 برابر میشه با آلت کوین سود کرد؟ اگه آلت کوین های درستی انتخاب کنید قطعاً خیلی بیشتر میشه سود کرد. گفتم این نکته رو باهاتون در میون بذارم. اگه سوالی دارید خوشحال میشم بتونم کمکتون کنم. کامنت بذارید واسم، دوست داشتید شیر کنید، دوست کسایی که تو زمینه ترید فعالیت کردن رو میکنن یا میخوان بکنن. و دوستتون داریم. یا علی، خدا.